سمانه قدرخان عضو تحریری ایران وایر از تورنتو ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدید خانم قدرخان. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران رسما و علنا خبرنگاران رو تهدید کرد و گفت هر کس حتی یه روز علیه ما کار رسانه‌ای کرده باشه ضربه‌شو میخوره. با توجه به اینکه از آغاز اعتراضات سراسری دست کم 49 روزنامه‌نگار در داخل کشور بازداشت شدن، به نظر شما با توجه به این تهدید باید در انتظار چه برخوردی از طرف دستگاه‌های سرکوب جمهوری اسلامی علیه روزنامه‌نگاران چه داخل و چه خارج از کشور باشیم؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین خوبتون. البته حدود 60 روزنامه‌نگار در طول این در واقع اعتراضات دستگیر شدن، بازداشت شدن، مورد بازجویی قرار گرفتن. تعداد بسیار بیشتر از این آمار روزنامه‌نگارانی هستند که مورد تهدید قرار گرفتن، فراخوانده شدن، به خونه هاشون حمله شده، ابزارشون در واقع مصادره شده، ولی به خاطر ترس و تهدیدی که موجود وجود داره این اخبار رسانه‌ای نشده، ولی اطلاعاتی که به ما در رسانه ایران وای رسیده حاکی از اینه که آمار این روزنامه‌نگارا خیلی بیشتره، که متاسفانه امکان انتشار اسامیشون نیست، بیشتر هم روزنامه‌نگارهای در واقع شناخته شده هستن. اما تمام این فشارهایی که بر روزنامه‌نگارها وارد میشه و اهالی رسانه، متاسفانه پیشتر از این هم بوده، همیشه بوده و ما در هر دوره با هر در واقع تلاش، در واقع هر گونه اعتراضی که می‌بینید در خیابان‌ها انجام میشه، مردم اعتراض میکنن، شاید دیده نشه واقعا، چون روزنامه‌نگارها متاسفانه صداشون خیلی هم در واقع خودشون صدای مردم هستن ولی صدای خودشون شنیده نمیشه، اما بیشتر از بقیه مورد آزار و اذیت و تهدید و شکنجه قرار میگیرن. واقعا جا داره که انتقاد بشه از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که در این مدت نتونسته حتی تریبون خوب و مناسبی برای رسوندن صدای روزنامه‌نگاران باشه، حجم فشارهایی که برشون هست رو در واقع منتشر نکرده، انتشار نداده، حتی مثل در واقع گروه‌های حمایتی که از هنرمندان حمایت کردن، یک روزنامه‌نگار شناخته شده، یک استاد علوم ارتباطات یا یک روزنامه‌نگار با سابقه جلوی اوین نرفته تا حقوق ضایع شده روزنامه‌نگاران رو بگیره. روزنامه‌نگاران در تمام این سال‌ها مورد تهدید قرار گرفتن، از کمترین در واقع میزان حقوق و درآمد هم برخوردار بودن، زندگی‌های سختی داشتن. ما در واقع ماه‌های گذشته اخباری داشتیم مبنی بر فشار روحی و جسمی که بر روزنامه‌نگاران اومده و منجر به مرگشون شده، یعنی روزنامه‌نگاری رو داشتیم از تحریریه روزنامه همشهری که به خاطر فشار معیشتی سکته کردن و درگذشتن. اما تمام فشارهایی که بر رسانه‌ها وارد میشه نشان از ترس بسیار زیاد نیروهای حکومتی و امنیتی داره، به خاطر همین فشار رو روز به روز بر رسانه‌ها بیشتر میکنن. چیز تازه‌ای نیست برای ما روزنامه‌نگارا، ما پیش از این هم فشارهای خیلی زیادی رو تجربه کردیم. این روزها به واهی‌ترین دلایل در واقع در نظر گرفته شده روزنامه‌نگاران رو مورد فشار قرار میدن. الان روزنامه‌نگارهایی که در زندان هستن، مخصوصا میخوام اشاره بکنم به خانم نیلوفر حامدی و خانم الهه محمدی که در واقع به دستور روزنامه‌شون، یعنی برای مأموریت کاری برای تهیه خبر اعزام شدن و الان در زندان هستن. حکم‌های بسیار ناعادلانه برای خیلی از روزنامه‌نگاران در نظر گرفته میشه. حتی خیلی از اونها حتی هنوز وضعیتشون مشخص نیست و نمیدونن که چه سرنوشتی براشون رقم خورده میشه و این تمام نشانه از ترس حکومت داره در مواجهه با آگاهی رسانی و در واقع شفافیت کار رسانه، که خب بعضن هم گله میکنن از اینکه چرا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور خیلی قدرتمند در صحنه حاضر شدن. نگاه کنن به رسانه های داخلی، ببینن که رسانه های داخلی در ایران واقعا انگار که در واقع میشه گفت مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفتن و فشار و در واقع اون خفقان و سانسور شدید رو شما بر روزنامه ها مخصوصا میتونید این روزها ببینید که هیچ نشانی از شرایط فعلی کشور ندارن. در روزهای گذشته ما واقعا احساس نکردیم که روزنامه ها صدای گویای مردم هستن، فقط به خاطر فشار و تهدیدهایی که برشون حاکمه.